به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کف خاک. خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است. زمین و آسمان از اوست پیدا، زمین و آسمان از اوست پیدا، نمود جسم و جان از اوست پیدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و مهربان و درود و سلام دارم محضر همه شما خوبان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید، ایام به کامتان باشه، لباس عافیت به تن داشته باشید و زندگی شما سرشار از موفقیت و کامیابی و سربلندی باشه. بیننده های عزیز، به یکی دیگر از سلسله برنامه های آیین زندگی خوش آمدید. موضوع امروز برنامه هست راجع به حقوق امسایه و جناب استاد اید محمد عثمانی با ما هستند و انشاءالله راجع به همین موضوع با ایشان صحبت هایی خواهیم داشت. و همچنان شما می توانید که سوالات شریع خود از طریق واتساپ، تلگرام و پیامک به شماره 0729-15-968 ارسال بکنید. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام. بنده هم خدمت شما و هم همکاران شما در بخش تخنیک و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام، تشکر. جناب استاد، موضوع برنامه راجع به حقوق همسایه هست. آیا در آموزه های دینی ما راجع به همسایه و حقوق آن صحبت هایی شده، یا همسایه در کل حقوقی با همدیگر دارن که باید آن را مراعات بکنن؟ بله، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان و پیامبر علیه الصلاه و السلام در احادیث بسیار متعددی و بزرگان دینی ما در آثار خود و در روایات خود روی حقوق همسایه بسیار تاکیدات داشتن که ما در آیات قرآن عظیم الشان این را میبینیم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم و در آثار بزرگان و صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میبینیم. حقوق همسایه، حق خودش، اول تعریفی از حق داشته باشیم. حق به چه معنا هست؟ حق در لغت به معنای شی راست، استوار و ثابت و شی ثابت شده هست و یکی از نامه های الله سبحانه و تعالی هست. بله. وقتی الله سبحانه و تعالی بعضی از اعمال و رفتار و کرداری را برای ما نسبت به دیگران گذاشته و ای را نام ای را به حق عنوان نموده که یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی هست، پس ارزش ای را برای ما نشان میده که ما حتما باید ای را رعایت بکنیم. بله. خود همسایه به معنای یا جار که در لفظ عربی جار می آید یا و صاحب جوار آمده و ما همسایه میگیم، به معنای ای است که ما در کنار یک دیگر زندگی می کنیم. یعنی یک همسایه در کنار همسایه دیگر، در سایه خانه همسایه دیگر و در سایه دیوار یک دیگر ما زندگی بکنیم. یعنی در کل، یعنی در کنار یک دیگر زندگی کردن و با هم زندگی کردن، ای را عنوان همسایگی میگن و یا کسایی که زندگی میکنن اینها را عنوان همسایه میدن. در آیات قرآن عظیم الشان ما داریم که الله سبحانه و تعالی میفرمایند واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الله سبحانه و تعالی در ابتدای آیه روی توحید بحث میفرمایند و دستور میدن که واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنید، بندگی الله را بکنید، خالصانه، مخلصانه و با توحید کامل، با اخلاص کامل، ولا تشرکو بی شیئن، به الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندین. همه ما و شما می دانیم که بحث توحید و بحث یکتاپرستی و بحث عبادت الله سبحانه و تعالی چقدر مهم است و با ارزش هست و در زیل این بحث باز الله سبحانه و تعالی و در ادامه این آیه الله سبحانه و تعالی حق را برای والدین تعیین می‌فرمایند که بعد از اینکه شما عبادت الله را نمودید و به الله شریک قرار ندادید در عبادت خود
و در همه امورات خود شما با والدین خود احسان بکنید، با والدین خود احسان بکنید، به کسایی که اونها با شما قرابت دارن، رشتداری دارن و از نظر نسب با شما نزدیک هستن، از نظر خویشاوندگی با شما ارتباط دارن و نزدیک هستن، با اونها هم شما احسان داشته باشید و نیکویی داشته باشید. به یتیمها، کسایی که پدران خود را از دست دادن، با اونها شما احسان و نیکوکاری داشته باشید. برای مساکین شما احسان و نیکوکاری داشته باشید. و باز در ادامه الله می فرمان والجار دلقربا والجار الجنب و صاحب بالجنب، شما به همسایگانی که از ذوی القربای شما هستند، به همسایگانی که بیگانه هستند، با اونها هم شما احسان و نیکویی داشته باشید. ما از این آیه هم وقت نگاه میکنیم، در این آیه که الله سبحانه و تعالی اول جار دلقربا ذکر کردن، بله، یعنی اون همسایگانی که صاحب قرابت هستن و بعد همسایگان بیگانه. ما در آموزهای اسلامی داریم که سه نوع همسایه هست. یک همسایه هست که یک حق دارد، یک همسایه هست که دو حق دارد و یک همسایه هست که سه حق دارد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمان الجیران ثلاثه، جار له حق واحد و هو ابن الجیران حقا. پیامبر علیه السلام می فرمایند همسایگان به سنو و به سه دسته تقسیم می شوند. یکی او همسایه است که یک حق دارد و ای ادناترین جیران و همسایگان از نظر حق و حقوق است، و اون همسایه همسایه است که غیر دین است، همسایه است که مشرک است یا یهودی است یا نصرانی است، یعنی غیر از دین و آیین اسلام را او دارا است، و این یک حق دارد که همان حق جوار و همسایگی است. و یک همسایه داریم که دو حق دارد، اون همسایه همسایه مسلمان هست. وقتی در کنار ما یک مسلمان زندگی می کند، دو حق به گردن ما دارد، یکی حق جوار و همسایگی است و یکی حق اسلامیت هست. و سوم اون همسایه است که سه حق دارد، همسایه است که هم در کنار ما زندگی می کند و هم مسلمان هست و هم با نسب و خویشاوندی با ما او نزدیکی دارد. این سه حق برگردن ما دارد. اینجا هست که الله سبحانه و تعالی در این آیه می فرماین والجار دلقربا والجار الجنب، می فرماین شما به همسایگانی که با شما قرابت و خویشاوندی دارن، از نظر نسب و خویشاوندی با شما نزدیک هستن، به ایشان هم شما احسان و نیکوکاری داشته باشید، و به هم به همسایگانی که اونها بیگانه هستند. و بعض الله سبحانه وتعالی می فرمان و صاحب بالجم، کسایی که در کنار شما هستند، چه با شما هم صنفی هستند، هم کلاسی هستند، در کنار شما اونها درس می خوانن، چه در کنار شما در یک اداره اونها کار می کنن، چه در ماشین و در موتر در کنار شما همسفر شما هستند، با ایشان هم شما باید احسان و نیکوکاری داشته باشید. یعنی الله سبحانه و تعالی میخوان این را برای ما بفهمانند که شما در قبال تمام مخلوقات من و به خصوص در قبال تمام انسانها شما مسئولیت دارین، بله، هم در قبال اون انسانهایی که اونها در دین و آیین با شما یک مشترک هستن، و هم کسایی که اصلا با شما اونها در دین و آیین مشترک نیستن، با اونها هم شما به نوعی رفتار نیکو داشته باشید و رفتار حسنه داشته باشید. و دین اسلام همونطور که الله سبحانه و تعالی در حجۃ الوداع بر پیامبر صلی الله علیه وسلم آیه را نازل می فرمان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین را می فرمان برای شما تکمیل کردم و نعمت را به اتمام رساندم برای شما، این را برای ما میرساند که دین اسلام دین کاملی هست. بله. وقتی از این کمال دین اسلام هست که الله سبحانه و تعالی نسبت به انسانهای دیگر به همون اندازه قرابت و نزدیکیشان یا دوریشان، الله سبحانه و تعالی به همون اندازه برای ما حق و حقوقی را تعیین کرده که ما اونها را باید رعایت بکنیم. حتی الله سبحانه و تعالی در ادامه آیه می فرماین و صاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم، شما کسایی که اونها مسافر هستن برای اونها هم احسان بکنید،
و گردن شما حق دارن و حتی زیر دستان شما غلامان و بردگان شما و حتی کسایی که زیر دست شما کار میکنن با عنوان اجیر و مزدور در اونها برای شما کار میکنن، برای اینها هم شما بعد احسان و نیکویی داشته باشید. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله سبحانه و تعالی دوست ندارد کسایی که اونها متکبر باشن، فخر فروش باشن، بلکه الله سبحانه و تعالی انسانهایی را دوست دارد که اونها متواضع باشن، انسانهایی را دوست دارد که اونها فروتن باشن، در مقابل مسلمانهای دیگر فروتن باشن، در مقابل والدین فروتن باشن، در مقابل همسایگان اونها متواضع باشن، فروتن باشن، به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی اونها حرف همسایه را بشنون و به همسایه احسان و نیکویی داشته باشن و به همسایه آزار و اذیتی نرسانن. و همسایه، حالا معدودیت همسایگان تا چه حد است؟ یعنی ما تا چند خانه اونها همسایه ما گفته می شود؟ وقتی ما نگاه میکنیم از بزرگان دینی خود روایات و آثاری که داریم نگاه میکنیم، برای همسایگان محدودیتی دادن که امام حسن بصری رحمه الله میفرماید که محدوده همسایگان تا 40 خانه هست. یعنی 40 خانه به سمت راست شما، 40 خانه به سمت چپ شما، 40 خانه به سمت جلو شما، 40 خانه طرف پشت سر منزل شما که شما زندگی میکنید، اینا همسایگان شما هستن و برگردن شما، اینا حق و حقوقی دارن و رعایت کردن حق همسایه یکی از ارزش‌های دینی، یکی از ارزش‌های اسلامی و انسانی هر فرد مسلمان هست که ما باید رعایت بکنیم. حتی علاوه از مسلمان ها در زمان جاهلیت هم این یک ارزشی گفته می شد که یکی از جمله ارزش ها بود که این را رعایت می کردن. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید که در زمان جاهلیت 3 عادت داشتن، 3 عادت وجود داشت که دین اسلام هم وقتی آمد این را تأکید کرد و مسلمان ها باید این را رعایت بکنن. یکی از آنها این بود که اونها میمان نواز بودن. یعنی در زمان جاهلیت، اهل جاهلیت هم اونها میمان نوازی داشتن. اهل مکه را وقت ما میبینیم با وجودی که اونها در مقابل درسها و دستورات پیامبر علیه الصلاه و السلام اونها استادگی کردن و ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابتدا نیاوردن و سرسختانه با پیامبر صلی الله علیه و سلم مقابله کردن، اما میمان نوازی داشتن. پس یکی از اموراتی که اهل جاهلیت هم او را رعایت میکردن میمان نوازی بود. دوم ای که همسرشان را اگر پیر میشد او را طلاق نمیدادن. یعنی وقتی که همسرشان پیر میشد طلاق نمیدادن، حتی احترام او را بیشتر میگرفتن. در بین مسلمان هم است، اکثریت مسلمان ها وقتی که از آموزه های اسلامی و ایمانی و قرآنی اونها آشنایی دارن، حتی همسرشان اگر پیر می شود مودت اونها و دوستی اونها و رحم و شفقت اونها نسبت به همسرشان بیشتر می شود. همونطور که الله سبحانه و تعالی می فرماید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. وقتی که مودت و دوستی که او توأم با او غرایز شهوانی هست ای از بین می رود و مرد و زن پیر می شوند، باز همان رحمتی در بین اینها به وجود میاد. در بین مسلمان ها، مسلمان ها این را رعایت میکنن، اما اهل جاهلیت هم این ارزش را اونها رعایت میکردن. و سومین ارزشی که اونها قائل بودن این بود که برای همسایگان فقیر خود، برای همسایگانی که تنگ دست بودن، بدیکار بودن، قرضدار بودن، برای اونها مشکل داشتن، برای مشکلات اونها رسیدگی میکردن، بدهکاری او را ادا میکردن، برای اونها قرض میدادن. از این جهت حق همسایه و رعایت کردن حق همسایه یکی از ارزش های انسانی و یکی از ارزش های دینی هست و ارتباط با همسایگان یکی از ارزش های ایمانی ما هست. یعنی ایمان ما را با همسایگان ارتباط داده. ایمانداری ما با رعایت کردن حق همسایه ای ارتباط تنگاتنگ داره و ارتباط بسیار زیادی داره، چنانچه که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می فرماین
که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. هر کس ایمان به الله دارد، هر کس ایمان به روز آخرت دارد، همسایه خود را اذیت نکند. ببینید چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میفرماید. میفرماید هر کسی که به الله ایمان داره، به روز آخرت ایمان داره، همسایه خود را آزار و اذیت نرساند، همسایه خود را آزار ندهد. پس یعنی از مفهوم مخالف این حدیث این برداشت میشه، کسی که همسایه خود را او آزار و اذیت میرسانه ایمان نداره. چنانچه از روایت دیگری هم ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم ما داریم که پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند، کروات حضرت انس رضی الله عنه است، والذی نفس بیدی لا یؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه. میفرمایند قسم به او ذاتی که نفس من به ید بلا کیف او هست، او ایمان ندارد یکی از شما تا این که دوست داشته باشد برای همسایه خود و در روایت آمده برای برادر مسلمان خود آنچه را که برای خودش دوست داره. پس مسلمان هر چی را که برای خود دوست داره برای هم برادر مسلمان خود، برای همسایه خود هم باید دوست داشته باشه. اگر چیزی را برای خود دوست داره برای برادر مسلمان خود دوست نداره، در ایمان این خلل هست و این دارای ایمان کامل نیست. همچنان پیامبر علیه الصلاه و السلام در حدیثی میفرمایند والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قیل و من یا رسول الله؟ پیامبر علیه السلام سه مرتبه میفرمایند به خدا ایمان ندارد، به خدا ایمان ندارد، به خدا ایمان ندارد. وقتی سوال شد از پیامبر صلی الله علیه وسلم که من یا رسول الله چه کسی ایمان ندارد، قال من لا یأمن جاره بوائقه. کسی ایمان ندارد که همسایگان او از آزار و اذیت او اونها در امان نباشند. کسایی که از آزار و اذیت او در امان نیستن، همسایگان در امان نیستن، اینها ایمان ندارن. یعنی حالا چه ایمان از اینها سلب می شود یا حتی ایمان کامل. حالا اکثریت شارحین احادیث فرمودن که ایمان کامل ندارد کسی که به همسایه خود آزار می رساند، کسی که از آزار و اذیت او مسلمان های دیگر اونها در امان نیستن. بیترین همسایه همسایی است که حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه می فرماید، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه او خیرهم لجاره. بیترین شخص کسی است که با همراه خود، با رفیق خود، با دوست خود خوب باشد، و بیترین همسایه اون همسایه هست که او برای با همسایگان خود او حسن سلوک داشته باشه و رفتار نیکوی داشته باشه. و فقی ابو لیس سمرقندی رحمه الله می فرماید بیترین همسایه آن است که مورد اعتماد باشد. بیترین همسایه همسایه است که مورد اعتماد باشد. یعنی وقتی شما به جایی میرید، مال خود را در اونجا گذاشتید، خانواده خود را در کنار همسایه گذاشتید، این اطمینان و اعتماد را به همسایه خود داشته باشید که به مال شما گزنده نمیرسد، به خانواده شما گزنده نمیرسد، یعنی هیچ آسیبی از طرف همسایه به اونها نمیرسد. و همسایه باید همینطور باشد، مورد اعتماد همسایگان دیگر باشد. یعنی وقتی ما اسلامی زندگی بکنیم، وقتی ایمانی و وجدانی زندگی بکنیم، همسایگان ما نسبت به ما اعتماد پیدا میکنند. و به اندازه برای همسایگان تأکیدات ذکر شده که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودند ما زال جبریل و یوسین بالجار، یا یوسین جبریل بالجار حتی ظننت انه سیورثه. فرمودند به اندازه حضرت جبرائیل درباره همسایگان برای ما تأکید میکنند که حتی ما گمان ایرادارم که آیاتی از جانب الله سبحانه و تعالی بیاید و همسایه از همسایه دیگر میراث ببرد. وقتی صحابه کرام رضی الله عنهم پیامبر علیه الصلاه و السلام را میبینند که پیامبر وضو میگیرد، از آب وضوی پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها میگیرند و دست صورت خود میمالند، پیامبر علیه السلام میفرماید شما چرا این کار را میکنید؟ میگن یا رسول الله به خاطری که ما شما را دوست داریم. پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه. میفرمایند هر کس دوست دارد الله و رسولش را دوست داشته باشد، یا الله و رسول او را دوست دارد، بعد اون
حرف خود را وقتی صحبت می کند، سخن می زند، حرف راست بگوید، حرف درست بگوید، و وقتی که او مورد امانت قرار می گیرد، امانت خود را ادا بکند. ولی یحسن جوار من جاوره، بعد به همسایگی کسی که در کنار او، در جوار او، در همسایگی او زندگی می کند، اون همسایگی خود را نیکو بگرداند، یعنی همسایی نیکی برای همسایگان خود باشد. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. هر کسی ایمان به الله و رسول دارد، بعد او همسایه خود را گرامی بدارد. همونطور که درباره مهمان آمده و درباره ای که ما هر کسی به الله و رسول ایمان داره، بعد حرف نیکو بزند، و اگر حرف نیکوی زده نمیتواند، بعد او ساکت باشد. و حقوقی که همسایگان بر ما دارند، ای هست که ما عطا و بخشش نسبت به اونها داشته باشیم. گاهی وقتی بر اونها هدیه بدیم، به داد اونها برسیم وقتی که اونها از ما دادرسی میکنن، و همچنان اگر از ما قرض طلب میکنن، قرض به اونها بدهیم و دعوت اونها را اجابت بکنیم. اگر ما را دعوت میکنن، دعوت اونها را اجابت بکنیم. اگر مریض میشود به عیادت او بریم، و اگر فوت میکند ما به تشییع جنازه او بریم، یعنی با جنازه او همراهی بکنیم. و اگر برای اونها عزای پیش می آید، اونها فاتحه دارن، بالاخره عزادار هستن، ما باید به عزاداری اونها بریم، یعنی اونها را تسلیت بدیم، حالا چه به خانه اونها بریم یا چه به بیرون اونها را تسلیت بدیم. و بوی غذای ما یکی از حقوق همسایی است که بوی غذای ما اونها را اذیت نکند، آزار ندهد. گاهی اگر ما وضع ما خوب از کباب درست میکنیم، طوری نشه که این بوی کباب ما همسایگان فقیر ما را اذیت بکند، طوری این غذا را درست بکنیم که همسایه ها متوجه نشن. حتی میفرمایند برای همسایگان فقیر اگر میوه ما میخریم، برای اونها هم یک مقدار از میوه تعارف بکنیم، برای اونها بفرستیم. اگر حداقل این نمیتوانیم، حداقل ما کار بکنیم که وقتی ما میوه را برای خانه خود میاریم، همسایگان ما متوجه نشوند، طور اون میوه را به خانه خود بیاریم که اونها متوجه نشوند و دل اونها نسوزد و اونها آزار نبینند از ایجاد. و حتی میفرمایند بنای خانه خود را بدون اجازه اونها بالا نکنیم. البته حالا که کار از این کارها گذشته و این بلند منزل ها به اندازه شده که اکثریت همسایگان فقیر، اونهایی که یک طبق دارن یا دو طبق دارن، اونا همیشه در آزار و اذیت هستن، اما این را می طلبد که ما که بالاخره در بلند منزل ها زندگی می کنیم، در خانه های بلند زندگی می کنیم، همسایگان ما پایین تر از ما زندگی می کنن، ما همون حق همسایگی را رعایت بکنیم، به خانه اونها نگاه نکنیم، بالاخره اون پنجره های ما پرده داشته باشه و شیشه داشته باشه که خانه همسایه را ما نبینیم و متوجه همسایگان نشیم. و ما باید، امام غزالی رحمه الله می فرمان یکی از حقوق همسایگان ای است که ما به اونها آزار و اذیت نرسانیم، اما از حقوق بالاتر اونایی است که ما آزار و اذیت اونها را به جان بپذیریم. گاهی اگر همسایه ما را آزار میدن، بالاخره این آزار اونها را بپذیریم و اون زیاد واکنش به اونها نشان ندیم. ما میبینیم که صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان دینی به اندازه اونها برای همسایگان خود اونها حق همسایگی را رعایت میکردن، که حضرت عمر رضی الله عنه وقتی گوسفند را ذبح میکنن، اولین حصه گوشتی که بر میدارن میگن به خانه فلان یهودی ببرین، یعنی حتی به همسایگان یهودی خود هم اونها رسیدگی میکردن. حتی امام اعظم رحمه الله تعالی همسایه خود را وقتی متوجه می شود که درباره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او بی‌ادبی می کند و او را لقب یهودی می دهد، او را فورا متوجه می سازد. البته بعد از چند روزی او را متوجه می سازد، به خواستگاری دختر او می رود، می گوید یک جوانی هست همه خوبی ها را دارد اما یهودی است. می گوید که اون همسایه امام رحمت الله علیه می گوید
که برآشفته میشه، میگه چطور تو به خودت اجازه دادی که من دختر خود را به یک یهودی بدم؟ بعد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه تو متوجه نیستی، من متوجهم. پیامبر علیه السلام که بهتر از تو بودن، بهتر از ما بودن، دو تا دختر خود را به حضرت عثمان دادن. تو به حضرت عثمان یهودی میگی، تو به حضرت عثمان بد و بیرا میگی، و حالا تو خودت حاضر نیستی که برای یک یهودی دختر خود را بدی. پیامبر علیه السلام برای حضرت عثمان دو تا دختر خود را دادن. تو این لقب زش را به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمان میدی. بعد اون همسایه توبه میکند و متوجه میشود. یعنی گاهی این حکایت این را برای ما میرساند که گاه ما همسایگان خود را متوجه بسازیم، طور متوجه بسازیم که او فوراً واکنش قرار نده و بعد ما او را به اون کار او، به کار زشت او، ما او را متوجه ساخته باشیم. همه بزرگان دینی ما اخلاق نیکی درباره همسایگان داشتن و حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه می فرماید پیامبر علیه السلام فرمودند ما آمن بی من بات شبعانا و جاره جاعن الی جنبه و هو یعلم بی، حتی همسایه ما اگر گرسنه است ما به او رسیدگی بکنیم. که پیامبر علیه السلام می فرماید کسی که به من پیامبر ایمان داره، ایمان نداره به من پیامبر، کسی که سیر میخوابد اما همسایه او گرسنه است، در حالی که میداند او گرسنه است خودش سیر میخوابد. یعنی روایت زیاد ما در این باره داریم که پیامبر علیه السلام تاکید کردن، حتی فرمودن که اگر شما غذای را درست میکنید، آب گوشت را درست میکنید، آب او را زیادتر بکنید، برای همسایگان خود از او بدهید، هدیه بدهید برای همسایگان خود، دل اونها خوش میشود. حتی روز قیامت همسایه فقیر میاد جلوی همسایه غنی را میگیرد و میگوید ای الله این همسایه من غنی بود، الله سبحانه و تعالی نعمت های زیاد برای داده بود، اما از این نعمت های الله سبحانه و تعالی مرا محروم ساخته بود و برای من نمیداد. الله سبحانه و تعالی حق و فقیر را از او غنی میگیرد. پس ما در قبال همسایگان خود، اونهایی که به خصوص فقیر هستند، ما مسئولیت داریم، حق همسایگی را ما باید رعایت بکنیم و به دیگران آزار و اذیت نرسانیم. بله تشکر. جناب استاد، بیننده های عزیز سوالات رو برای ما ارسال کردن. محمد افضل از طریق واتساپ از ایران پیام دادن، گفتن که نماز شام چقدر وقت داره که قضا بشه؟ چند دقیقه ما فرصت داریم؟ نماز شام فرصت زیاد داره. خود در کتاب های فقهی شفق آمده، بعضی از بزرگان او شفق سرخی را مراد گرفتن که زودتر پایان میپذیره و بعضی اون شفق سفیدی را، روشنایی که سفیدی است او را در نظر گرفتن. در حال تقریبا یک ساعت خورده ای نماز شام وقت داره، میشه که دوستان نماز خود را بخوانن. به این که در بین مردم آمده که نماز مغرب خیلی وقتش کم است و زود قضا میشه، نه، یعنی حتی یک ساعت و یک ساعت خورده ای او وقت داره. بله تشکر. و گفتن که بین نماز عصر و شام چرا نماز نفل وجود نداره، نماز خوانده نمیشه؟ در بین نماز عصر و شام یا در بین نماز صبح تا طلوع آفتاب، این فرصت ها ایر فرض تقدیری میگن، یعنی این برای عبادت و برای ذکر است، برای اذکار و برای اورادی است که انسان باید انجام بده. که پیامبر علیه السلام میفرمایند کسی که نماز صبح را میخواند و تا طلوع آفتاب او نشسته، به سر جایی که نماز خوانده نشسته است و مشغول تلاوت قرآن و ذکر و اوراد و اینا است، و بعد از اینکه آفتاب بالا میاد، بعد از 15-20 دقیقه بعد دو رکعت نماز اشراق میخوانه، الله سبحانه و تعالی ثواب حج عمره کامل برای او عنایت میفرماید. همچنان بعد از عصر تا شام کسی که می نشیند و الله سبحانه و تعالی مو ثواب حج و عمره کامل برای او عنایت میفرماید. یکی که بعد از عصر است که همون وقت ذکر و اوراد و اینها هست، فرض تقدیری میگن. و یکی نزدیک طلوع آفتاب یا غروب آفتاب است، به خاطری که تشبیه به آتش پرستان، به مجوسیان و آفتاب پرستان نشن و کسایی که آفتاب را پرستش میکنن تشبیه و شبیه به اونها نشن، به این خاطر در این وقت نفل مکروه است و خوانده نمیشود. و گفتن که با فضیلت ترین نماز کدام نماز هست؟
خب با فضیلت ترین نمازها نمازهای فرض که به اندازه‌ای که انسان قرب و نزدیکی الله سبحانه و تعالی به توسط نمازهای فرض حاصل میکنه به نمازهای دیگه حاصل کرده نمیتونه. و بعد کسایی که اونها همیشه نمازهای نفل میخوانن، عبادات نفلی دارن، اونها قرب الله سبحانه و تعالی را حاصل میکنن. حتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید در حدیث قدسی که من گوش او میشوند که به توسط من بشنود، زبان او میشوند به توسط من بگوید، دست او میشوند به توسط من بگیرد و پای او میشوند توسط من او راه برود. یعنی این به این معنا است که گوش او، زبان او، دست او، پای او، همه اینها خدایی میشوند. الله سبحانه و تعالی برای او نوری قرار میدهد که توسط نور الله سبحانه و تعالی بخشید او زندگی را سپری میکند و از این طریق او میتوانه قرب الله سبحانه و تعالی را حاصل بکنه از طریق نمازهای نفل. و در بین نوافل و افضلترین نمازی که وجود داره همانا تهجد هست. نماز تهجد خیلی او ثواب داره. چرا؟ در وقت او نماز میخوانه که دیگران غافل هستن. بله، خاطر نماز صبح هم جناب استاد در فرایض فکر کنم با فضیلترین نماز هست. بله. چون انسان بیشتر تلاش میکنه، از خواب بیدار میشه و بالاخره یک زحمت از او بیشتر هست نسبت به سایر نماز. حدیث ترمیزی است انشاءالله که پیامبر علیه السلام میفرمان بشر المشائین فی الظلم یوم القیامت به نور تام یوم القیامه، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. میفرماین شما بشارت بدید، مژده بدید، خوشخبری بدید اونهایی که اونها در تاریکی های شب به طرف مسجد و به طرف نمازهای خفتن و نمازهای صبح می روند، به نور کامل اینها را بشارت بدید که الله سبحانه و تعالی به توسطی که اینها تاریکی شب را اینها برداشت کردن و رفتن نماز صبح را خواندن، نماز عشاء خود را خواندن، به اینها الله سبحانه و تعالی نور کامل را عنایت می فرماید. بله، تشکر. و حتی ببخشید درباره نماز صبح یادآوری کرده، در حدیث آمده کسی که نماز خفتن را می خوانه گویا که نصف شب را او قیام کرده و کسی که نماز صبح می خوانه گویا که تمام شب را او قیام نموده. یعنی کسی که نماز صبح و نماز عشاء به جماعت می خوانه و ادا می کنه گویا که تمام شب را او زنده نگه داشته. بله، تشکر. از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که مادر من یک سال میشه که دیسک کمر هستن و نمیتونن که قیام کنن، ایستاده نماز بخوانن و به صورت نشستن نماز میخوانن. آیا اشکال داره یا نه؟ قیام زمان فرضه که انسان بتوانه که سر پای خود استاد بشه و او نماز خود در با قیام و با ایستادن بخوانه. خب فرضه، یکی از جمله ارکان نمازه. اما زمانی که برای انسان عذری پیش میایه، کمر درد است و پا درد است، زانو درد است، برای او قابل تحمل نیه که او استاده نماز رو بخونه، باز همو شیشتن برای او فرضه، شیشتن نماز بخونه. اگه حتی شیشتن هم برای او مشکل شد، گاهی به اندازه مریض شد که شیشته هم نمیتوانست و پلو بیفته و پشت بیفته، پای خود را به طرف قبله دراز بکنه و همونطور نماز خود را با اشاره سر او ادا بکنه. نماز تنها عبادتی هست جناب استاد که انسان در هر حالت و در هر شرایطی که هست باید بخونه. بله. اگر مشکل داشته باشیم که قیام نتانه بکنیم، در حالت نشسته باید بخونیم. اگر نشسته نمیتوانستیم که نماز بخونیم، باید به صورت اشاره نماز بخونیم. بله. از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که آیا برای مرد جایز است که ابروی خود اصلاح بکنه و کم بکنه؟ خب ما فکر کنم برنامه های قبلی هم داشتیم که چیدن ابرو و کم کردن ابرو یا باریک کردن ابرو حتی برای زنها هم حرامه. برای مردها به جای خود که برای زنها هم حرامه و برای مردا حرمت او زیادتر هست، به خاطری که اونها شبیه خود شبیه زنها قرار میدن. پیامبر علیه السلام اون عده از مردانی که خود را شبیه زنان قرار میدن اونها رو مورد لعنت قرار داده و اون زنهایی هم که خود در رفتار و در لباس و اینها شبیه مردا قرار میدن اونها هم مورد لعنت قرار گرفتن. پس از این جهت اینا شبیه مردا میشن، شبیه زنها میشن، ببخشید، اون مردایی که ابروی خود را میچینن و باریک میکنن شبیه زنها میشن، مورد لعنت الله سبحانه و تعالی قرار میگیرن. بله، تشکر. از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که زمانی که ما نان میخوریم یا غذا صرف میکنیم
گفتن که ما سفره هموار نمی کنیم و در داخل آشتی غذا می خوریم. اشکال که نداره؟ هیچ اشکالی نداره. حالا پهن کردن سفره این ارتباط به فرهنگ هر جامعه داره. اگر در فرهنگ اونا هست که سفره هوار بکنن، خود سفره را هوار میکنن. اگر در فرهنگ اونا نباشه، خب آشتی میارن، داخل آشتی اونا غذا میخورن. هیچ اشکال نداره. در آیات قرآن هم ما داریم که بر شما گناهی نیست ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، ای که شما یک جا غذا بخورید، دو سه نفر یک جا غذا بخورید و یا همه در یک ردیف روی یک سفره غذا بخورید، یا ای که تنها نماز غذا بخورید، تنها هر یکی پشقابی داشته باشه یا هر دو سه نفر یک پشقاب و یک دیس و یا غوری داشته باشن و غذا رو میل بکنن، هیچ اشکالی وجود نداره. بله، تشکر. برادر تماس گرفتن، گفتن که دخترم بالغ شده، بعد برز یک پسر انتخاب کردم و دخترم گفته که اگر ایر برم انتخاب بکنیم من ایر دوست ندارم و خودخور میکشم، خلاصه خودکشی میکنم. آیا ما اجازه داریم که دختر خود به زور به این پسر بده؟ ما در جامعه خود بیشترین آزار اذیتی هایی که نسبت به زنان جامعه خود و به خواهران و دختران این جامعه ما دیدیم و مشاهده کردیم، از همین ازدواج‌های اجباری بوده که ازدواج‌ها رو پدر و مادرها اجباری میکنن که این دختر کاکای تو هست، این دختر مامای تو هست، این دختر خاله تو هست، این دختر همسایه است و این فلان است، یا این پسر کاکای تو هست. و بالاخره ازدواج‌ها هم از طرف مردان هم از طرف زنها ازدواج اجباری شده و بعد منجر به خودکشی و منجر به این فجایع شده. هیچ کس حق نداره اون دختری که بالغه هست و پسری که بالغ هست به اجبار اینها را ازدواج بدن. به میل خود با اونها مشوره بکنن، میتوانن که خود اونها پا پیش بگذارن و برای دختر خود همسر خوبی و شوهر خوبی و برای پسر خود هم همسر و نامزد خوبی و زن خوبی انتخاب بکنن و بعد به اونها مشوره بکنن، نظر اونها را بعد بخوان، اونها راضی باشن. اگر راضی نباشن، این ازدواج اجباری اصلا درست نیست و یک گناه بزرگ است و گناه کبیری است که در طول همین زندگی اگر اینها با هم جنگ و دعوای میکنن یا ای که طلاق صورت میگیره، پدر و مادرها در این گناه شریک است. بله، تشکر. بیننده های عزیز، شماره برنامه همه روزه فعال هست. شما هم می توانید که سوالات شریع خود از طریق واتساپ، تلگرام و پیامک به ما ارسال بکنید. برنامه خود ادامه می دیم، اما حال وقفه داریم. سلام مجدد، به ادامه برنامه یعنی زندگی خوش آمدید. بیننده های عزیز، شما می توانید که سوالات شریع خود از طریق واتساپ، تلگرام و پیامک به شماره 0729-15-1968 ارسال بکنیم. جناب استاد از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که کسی که به خانم خود قسم بده که برای من غذا و چای آماده نکن، بعد او آماده کنه، آیا قسم از او کفاره داره یا نه؟ خب قسم دادن، اگر او کسی که قسم میده، خوب است که مو همسر او هم اگر کاری هست که از ضرورت نیست، خب قسم داده حرمت نام الله سبحانه و تعالی رو بگیره و او کار رو نکنه. اگر باز او شوهر قسم داده، همسر خود قسم داره که برای من غذا و چای آماده نکن و درست نکن و بعد او هم قسم خورده اگر چای یا غذا درست بکنه، او حانث میشه و کفاره داره. اگر قسم نخورده، این قسم داده او را و او هم چیزی نگفته و بعد هیچ اشکالی نداره و بر او کفاره وجود نداره. اصلا جناب استاد چه نیازی هست که قسم بخوریم؟ وقتی که شما با خانم خود در یک محیط و در یک خانه با هم زندگی مشترک داریم و باز با هم قهر بکنیم، اصلا مو فرزندا از اینا چی یاد بگیرن؟ یک مشکل بسیار بزرگی است. پیام دادن جناب استاد، گفتن که ریش تا چه اندازه میتوان که گذاشت و بعد کوتاه کرد؟ ریش یک قبضه هست که به اندازه یک قبضه، یعنی به اندازه که قبضه شمشیر را کسی میگیره و همو اندازه او گذاشتن ریش او سنت هست یا بعضی گذاشتن ریش واجب قرار دادن بعد ریش گذاشته بشه و بعد از یک قبضه
کسی اگر کوتاه بکنم اشکالی نداره. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وف اللحیا و قص الشوارب او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم، میفرمایند شما ریش ها را معاف کنید از زدن، معاف کنید از چیدن و سبیل ها را شما کوتاه بکنید. گاهی ما میبینیم که طرف ریش خود را میتراشه و سبیل ها را بسیار بزرگ کرده، نشانه مردی هست، نشانه مردی خود میدانه، در حالی که نشانه مردی است که یک مرد ریش داشته باشه و سبیله های کوتاه باشه. حالا چه کوتاه بکنه چه بتراشه، هر دو صحیح است، اما اینکه ریش رو بتراشه و با سبیله رو بلند بکنه کار درست نیه. بله، تشکر. از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که من دعای قنوت یاد ندارم در نماز ویت در رکعت سوم، میشه که یک سوره دیگه بخونم؟ تا وقتی که او دعای قنوت یاد میگیره برای چند روزی میتونه هر دعایی که او خواسته باشه، میتونه او دعا رو بخونه، میتونه سوره اخلاص رو بخونه، دعای دیگر رو بخونه، اشکالی نداره، اما ایر برای خود موقت ایر برای خود درس قرار نده که همیشه بعضی میگن یا ربی یا ربی به جای دعای قنوت یا ربی میگن، یا به جای دعای قنوت یا دعای دیگه میخوانن و دعای قنوت رو حفظ نمیکنن. بعضی میگن دعای قنوت خیلی سخت، ما حفظ نمیکنیم. اگر از اون شخصی که دعای قنوت رو بلد نیه، اگر شما او رو ببینیم به دست سهرایی که کشاورزی میکنه یا دنبال گوسفندانه و در رمه هست، ما میبینیم که ساعتهای اشعار و ابیات رو میخوانه، بیت میخوانه، از بر میخوانه، در حالی که سوادم نداره، اما دعای قنوت میگه من حفظ کرده نمیتونم. تو صدها بیت یاد گرفتی، اشعار یاد گرفتی، حالا چه درست و چه نادرست اونا رو یاد گرفتی، آیا دعای قنوت تو یاد نمیگیری؟ این استعداد الله سبحانه و تعالی به هر انسان گذاشته که او میتونه قرآن را هم حفظ بکنه و دعایی هم که وجود داره از جمله دعای قنوت اینا رو حفظ بکنه. چرا؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر در وسع و در طاقت یک انسان نباشه دعای قنوت حفظ بکنه، خواندن دعای قنوت در ویت، در نماز ویت او واجب نمیشد. پس وقتی که خواندن او واجب هست و سوره های قرآن واجب است، بر ما همین استعداد هم الله سبحانه و تعالی داده که ما حفظ بکنیم. الله این حافظه هم برای ما داده. بله جناب استاد، ما به عنوان یک مسلمان 30-40-50 سال سن داریم، اما نگاه میکنیم که متاسفانه هیچ اصلا از اسلام معلومات ندارم، فقط رنگ اسلام رو دیدیم، لذت و شیرینی اسلام رو ندیدیم. فرد 50 سال نماز میخوانه، اما نماز خود نگاه میکنه که درست نخوانده، سوره ها درست یاد نداره تلفظ بکنه، کلمات یاد نداره که درست بخونه. متاسفانه نگاه میکنین در یک مسجد اگر امام نباشه، یکی به دیگه نگاه میکنه که کی امامت بده، کی اقامه بخونه. خیلی از مشکلاتی است که ما مردم متاسفانه از او غافل شدیم. متاسفانه خوب است که متوجه باشیم نماز بزرگترین و برترین عبادتی است، حداقل می عبادت خود به نحو احسن انجام بدیم. ببخشید، به تایید فرموده شما، ما اکثر خانواده هستن که سر سال که میشه امو ویترین خانه رو بالاخره امو شکل ترکیبی که در خانه اونا دارن کلن این رو عوض میکنن، حتی قالینا را عوض میکنن، بعضی از وسایل خود را عوض میکنن، قالینای کانه رو فرسودر دور میندازن، وسایل کانه رو دور میندازن و خانه نو میسازن، فرشای خانه خود را میشورن. اما ما به گفته شما، به تایید گفته شما، 40 سال 50 سال 60 سال عمر کرده، همون الحمدلله که در ابتدا الحمدلله میخوانده، همون الحمدلله نکرده، همین رو درست نکرده، به الحمدلله تبدیل نکرده، همون دعای قنوتی که یاد نداشته تا حالا همون دعای قنوت یاد نداره، یا اگر یاد داره خیلی از اشتباه داره، در حالی که یک مسلمان باید همونطور که به ظاهر زندگی خود، به جسم خود رسیدگی میکنه، به روح خود هم باید رسیدگی بکنه، به امورات دینی خود هم باید او رسیدگی داشته باشه. بله تشکر. از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که چه کار باید کرد که اخلاق ما خوب شه؟ خب اخلاق از طریق پایبند بودن به دین اسلام، وقتی ما پایبند به دین اسلام باشیم، مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم
ما زندگی بکنیم مطابق سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم، اخلاق ما درست میشه، اخلاق ما عوض میشه. وقتی ما سیره پاک پیامبر علیه السلام را بخوانیم، او را در زندگی خود پیاده بسازیم و به او تمرین بکنیم، اخلاق نیکر فضایل اخلاقی را ما تمرین بکنیم، اخلاق ما عوض میشه. و در غیر صورت اگر ما پایبند به دین نباشیم، او اخلاق و او عاداتی که عادات غیر دینی باشه که ما به دینم مراجعه نکنیم، هرگز اونها عوض شدنی نیست. بله، تشکر. از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که اگر شوهر فوت بکنه و از او فرزند باقی نمانده باشه، فقط خانوم از او باشه، آیا مال و ثروت از او همه به خانوم از او میرسه؟ خب بحث میراث، بحث میراث خب بحث جداگانه، خب مورد یک یعنی علمی است که نصف دین را ای تشکیل میده. خب زنهایی که اولاد ندارن، زنهایی که اولاد ندارن اونها از مال شوهر یک چهارم حصه ایر میبرن، و اگر در خانه جهیزی داشته که از خانه پدر آورده و مربوط به خود همو زن هست، او جهیزی هم مال خود همو زن هست، و اگر جهیزی مال زن نیست و شوهر گرفته و خانه را درست کرده، او هم ترکه میشه و میراث هست و وارثین به او شریک هستند، و خود این زن فقط همو یک چهارم حصه از اون مال شوهر میبره اگر شوهر اولاد نداشته باشه. باز اگر شوهر اولاد داره، متوفا اولاد داره، باز به زن او 8-1 میرسه. بله، تشکر از حضور شما در برنامه. سلام، تشکر از شما که وقت در برای ما فراهم کردید، اونم به شما جزای خیر بده. بله، بیننده های عزیز، راجع به حقوق همسایه صحبت های شد، امیدوار هستم که استفاده کرده باشیم و همچنان عزیزایی که سوال به ما ارسال کرده بودن پاسخ سوالات خود کامل گرفته باشند. تا برنامه بعدی و دیدار بعدی، حق یارتان. بدرود.